از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افضل رضا لطفاً در رابطه با ریشه ها و دلیل این جریان در پاراچنار و اتفاقهایی که تا کنون رخ داده توضیح بفرمایید. بله سپاسگزارم از شما هستم. بعد از سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه نسل سلام. خب علی رغم گذشت دو دهه از تحولات شهر پاراچنار و تداوم کشتار ساکنان مظلوم شیعی به بخصوص تصرف عراضی و یا منازعات بر سر زمینهای کشاورزی، ما همچنان شاهد عرض اقدام نیروهای سنی توتو و وهابی در این منطقه هست. علیرغم اینکه دستگاه امنیتی اطلاعاتی پاکستان از 0 تا 100 داستان غم‌انگیز ساکنان پاراچنار باخبر هستند و حتی نسبت به عوامل تحریک کننده این جنگ از سوی تروریست‌های خارج از مرزهای پاکستان، یعنی منظور بنده از خاک افغانستان نیست، هست که این روزا شاهد همدستی نیروهای تروریستی سلفی وهابی از خاک افغانستان با قاتلان شیعیان پاراچنار هستیم که این بندگان خدا در این منطقه بجز اینکه خودشون برای نجات از ناموس و مقدسات پا به میدان گذاشت و در سنگرهایی که عملا در حومه مناطق روستایی و شهری درست کردن، هیچ همیاری و مشارکت از توی دستگاه‌های امنیتی پیرامون شهر پاراچنار یا مسئولان ایالتی دیده نمیشه. متاسفانه رهبران ارشد سیاسی و نظامی امنیتی پاکستان هیچ واکنشی نسبت به کشتارهای اخیر در پاراچنار که هر یک ماه یا دو ماه یا سه ماه ما شاهد اون هستیم از خودش واکنش نشون نداده و این نشان میده که این ماجرا و این اقدامات ددمناشنه علیه شیعان از سوی این سنی‌های افراطی ادامه خواهد داشت. کما اینکه ما مشاهده کردیم بارها بر سر منازعات ارضی توافقاتی شده بود، آتش بس‌های انجام شده بود که طرف‌های شیعه به اون همیشه متحد بودن، اما متاسفانه سنی‌های افراطی و تندرو و عوامل وهابی به بهانه گرفتن این اراضی و این زمین‌های که به صورت غیر قانون از سوی این سنی‌ها تصرف هم شده بود، دست به اقدامات تحریک‌آمیز و سوء استفاده مذهبی زده و به همین بهانه دست به قتل عام شیعیان مظلوم پاراچنار می‌زنند. بله با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.